سلام برادر فاری عزیز. ما الان در ماه ژانویه اگه یادتون باشه ما گفتیم که میخواییم این ماه ژانویه رو با روزه و دعا شروع کنیم و برای تقریبا آماده کردن کار خداوند برای بقیه سال که از فوریه که شروع میشه تا دسامبر. خدا وعده های بزرگی به کلیسایمون داده و ویزیون تصویرهایی داده که از 2020 خدا میخواد کارهای اینجا انجام بده در کلیسا، به نه اینجا انجام بده بلکه به وسیله ما انجام بده. و به این خاطر تا هفته گذشته که ما موعظه های شنیدیم در مورد کنان، در مورد یوشع، در مورد اریخا، در مورد دریافت کردن پیروز شدن روی مشکلهایی که ما داریم، این چیزهایی هست که ما در موردش صحبت کردیم و مطمئن هستم پیامایی بود که از خدا، از مستقیم و از خداست که کلیسا رو آماده کنه برای این زمان آخر مثل امروز. نمیدونم شما چقدر تو این یک شنبه ها دریافت کردین این کلامایی که خداوند صحبت کرده. من مطمئن هستم کسانی که باز بودن، کسانی که دوست داشتن واقعا دریافت کنن، دریافتم کردن و این کلامی هست، کلامی که گفته شده با روش های مختلف. دیروزم که در جلسه نوجوانان بودم دیدم که حتی خداوند از این نوجوانان زمانی که کلام رو برمی‌دارن چه کارهایی انجام میدی، با روش‌های خدا ما آشنا میشیم بتونیم بهتر برای این در این دنیا بایستیم و نه فقط بایستیم بلکه اراده خدا رو انجام بدیم. در مورد این و همینطور امروز هم روز اول در یک شنبه اوله که در فوریه ما شروع میکنیم، یعنی از امروز به بعد خداش رو خواهد کرد به حرکت کردن. من باور میکنم، من نباید صبر کنم ببینم که خدا حرکت میکنه، بلکه مطمئن هستم این موج خواهد آمد. و چقدر ما منتظر هستیم و همینطور هم نه فقط منتظر هستیم بلکه واقعا باور میکنیم. ربطی به تو داره. در من یک شوق واقعا عظیمی هست که میبینم که در این 2020 جلال خدا رو خواهیم دید. اینو فقط نمیگم به خاطر اینکه الان شما رو یکم خوشحال کنم، این خودم در اونش زندگی میکنم و منتظر هستم که خدا این دست خودش رو به این کلیسا نشون بده، مخصوصا با این موعظه هایی که شده در این سال در مورد یوشع بود. خدا روش های خودش رو به ما نشون داد و زمانی که نگاه کردیم به اریخا، همینطور هم استراتژی های خدا، چطور خداوند اینجا اول آشکار شد با این فرشته ای که اول یوشع او رو دید و زانو زد و اونجا خم شد و میگه که مکانی تو ایستادی مکان مقدسی است. بعد از این خدا صحبت کرد، استراتژی های خودش رو به یوشع نشون داد. و مطمئن هستم عزیزان، عنوان شبان کلیسا به شما میگم، خدا به کلیسامون استراتژی های خودش رو نشون خواهد داد، چطور میتونیم پیروز بشیم. از قدرت ما نیست بلکه از اراده خداست، هدف خدا، نقشه خداست و به وسیله روح القدس انجام خواهد داد. سوال اینه که چقدر ما خودمون آماده میکنیم برای این حرکت. و روش هایی که الان هفته گذشته، دو هفته است یا سه هفته است که صحبت کردیم، میبینید که اول ایمان بود، اعتماد بود، اطاعت بود، سکوت که یه چیزی است که ما هنوز یاد نگرفتیم، فقط به هر حال خدا کارهای خودش انجام میده. خیلی هستن که الان سکوت تر شدن. سکوت یعنی ساکت، منتظر خدا باش. به این خاطر سکوت صبر میاره، درسته؟ زمانی که سکوت میکنی صبر میکنی، بعد از این صبر میاد پیروزی، فتح یا تسخیر کردن و حکومت کردن. این روش خداست عزیزان، اینو باید یاد بگیریم در زندگی ما، در زندگی شخصی شما و همینطور هم در زندگی همینطور کلیسا. زمانی که خدا میخواد شروع کنه، خدا با وعده میده، خدا نقشه های خودش رو نشون میده، استراتژی های خودش رو نشون میده و ما باور میکنیم
اعتماد میکنیم، سکوت میکنیم، صبر میکنیم، پیروزی رو خواهیم دید. آمین. فقط ما الان باید نگاه کنیم که چرا الان خدا این روش‌ها رو که به ما داده، چه هدفی هست. زمانی که خدا به موسی گفت و گفته که برین این سرزمین رو چه کار کنین، تسخیر کنین و همینطور هم به ارث ببرین، یادتون هست؟ در یوشع باب 1:7 میشه که قوی و دلیر باش، زیرا تو این قوم را به خدا، مستقیم به کی میگه؟ به یوشع. الان یوشع توی سرزمین کنان یا هنوز اونجا نرسیده، فقط میگه که قوم قوی و دلیر باش، زیرا تو این قوم را وارث سرزمین خواهی ساخت. بگین وارث. وارث سرزمین خواهی ساخت که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان ببخشم. یعنی خدا میگه که من، ببین، این به پدران تو، یعنی ابراهیم بود، اسحاق بود، یعقوب بود، به ایشان این وعده رو دادم که یک روز به ارث خواهم برد. به این خاطر خدا شروع میکنه تاریخ دنیا رو نوشتن و آخرش میبینیم که میان توی مصر، از مصر هم آزاد میکنه به وسیله موسی و از 40 سال توی بیابون میگردم. بعد از این خدا میگه که الان وقتش رسیده، الان تو میری اونجا نه فقط تسخیر کنی همه چی رو از بین ببری، تمام دشمن رو، نه، این زمین مال توست، شما باید ارث ببرین، این به شما هدیه دادم، یه چیزی به شما دادم، فقط شما باید برین اینا رو وردارین. به این خاطر به وسیله همون قسمتی که خوندیم، ایمان، اعتماد، اطاعت، سکوت، صبر، پیروزی، فتح، حکومت، که وراثت رو به دست بیاریم یا وارث زمین بشیم. آمین. خدا به هر حال برای ما یه راهی نمیبره آخر بگیم که باشه اوکی اونجا زندگی کنیم، بلکه شما باید به ارث ببریم. برای این عزیزان خوانده شدیم. این تمام چیزهایی که در یوشع نوشته فقط و فقط به این خاطر که قوم اسرائیل به اون ملکی خداوند که برایشون آماده کرده اینو برسن و به دست بیارن. پس یک هدفی هست. اگه ما یک هدفی نداشته باشیم میگیم که چرا بجنگم؟ باشه، میتونیم بریم توی چیز هم میتونیم توی کنان هم میتونیم زندگی خوب هم داشته باشیم دیگه. پس اینجا میبینیم که خدا زمانی که میگه به پدران خودتون دادم، الان نگاه میکنیم در رومیان باب 4:13 میگه که زیرا به ابراهیم و ذریت او، ذریت کیه؟ ما خواهیم دید، وعده ای که او وارث جهان خواهد بود، از جهت شریعت داده نشده بلکه از عدالت ایمان، که تو وارث این جهان خواهی شد، به تو داده شده. و همینطور زیرا کتاب چه میگوید؟ ابراهیم به خدا ایمان داشت یا اعتماد کرد و آن برای او عدالت محسوب شد. چون ابراهیم باور کرد که یک روز مالک این جهان خواهد شد، او به دست نآورد. فقط اینجا چی میگه؟ میگه که به تو و ذریت تو. در غلاطیان 3:29 میگه که اما اگر شما، یعنی شما عزیزان، اما اگر شما از آن مسیح میباشید، اگر عیسی مسیح رو ایمان آوردید، همینطور تولد تازه رو میگرفتید و عیسی مسیح حاکم زندگی شما شده، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید. خدا به ابراهیم گفت، داستان تاریخ خودش رو نوشت و گفته تو و نسل تو، ذریت تو، که میبینیم که آخر به عیسی مسیح میرسیم و به وسیله عیسی مسیح است که خداوند رفت روی صلیب و اونجا این پیروزی رو آورد. و الان خداوند میگه که زو الان شما، من شما رو خواندم، نه فقط این دنیا رو آخر خواهیم دید، که چیزایی که من خلق کردم شما وارثین بشید، نه فقط زندگی کنین. فقر میکنه، درسته؟ فقر میکنه اگه من یک خونه ای دارم که اونجا کرایه میدم یا خونه ای دارم که مال خودم هست، درسته یا نه؟ الو، من فکر میکنم، میخوام، شما فکر میکنید دوست دارین بیشتر کرایه بدین. تمام مردایی که اینجا هستن، این اصلا کل مردای ایرانی آلمانی کمتر، فقط به هر حال همه سعی رو میکنن یک روز یه خونه خودشون داشته باشن، ملک خودشون داشته باشن، که مال منه. به این خاطر
خدا میخواد ما رو به هر حال به این جای برسونه که بگه که زمانی که یوشع وارد کنعان شد، فقط و فقط به خاطر اینکه این ارثی که خداوند برای قوم خودش آماده کرده به دست بیارن. چه خدای عالی ما داریم. هنوز جا نیفتاده. خیلی جالبم هست زمانی که اصلا زیبایی خدا اینه که این داستان و این تاریخ خودش و تاریخ بشریت رو که می‌نویسه، اونقدر زیبا می‌خواد به ما که از طریق روح کور و کر هستیم چیزها رو برای ما باز کنه. از طریق داستان‌هایی که در عتیق نوشته شده که خدا می‌خواد فکر خودش رو و هدف خودش رو الان برای ما که ما روحانی هستیم برای ما باز کنه. الان هفته گذشتم نسیم در مورد راهب فاحشه موعظه کرد. خیلی جالبه، من پرسیدم که چرا الان خدا الان گذاشته یه فاحشه. خب میتونه همینطور هم یه مرد یا زن نرمالی هم اونجا باشه که ایماندار بشه. چرا خدا فاحشه رو اونجا گذاشته؟ یک فاحشه‌ای که همینطور هم توی مرکز شهر هم نبود، یه کسی هم بود که اصلا کنار گذاشته روی دیوارای اریخا اونجا توی این برج اونجا زندگی میکرد. یا و جالبش اینجا خدا میگه که یه فاحشه‌ای هست ایماندار شد و میدونست که خدا یهوه با اسرائیله. بعد از این زمانی که به این دوتا جاسوس هایی که اینجا بودن صحبت کرد و گفتن که پس خواهش میکنم به یادمون باشی، اگر زمانی که آمدین اینجا خراب کردین به یادمون باشین. ایمان داشت. و خود این دوتا جاسوس ها چی گفتن؟ گفتن باشه اوکی. یک نخ گنده قرمز تناب قرمز از اونجا آویزون کن و زمانی که ما میاییم این تناب قرمز رو نگاه میکنیم تو رو نجات میدیم. یادتون از همین کاری بود که در مصر خدا انجام داد، گفته یک بره یا گوسفندی بکشین، خون رو وردارین و این سردر خونه رو اونجا بمالین. اون موقع فرشته مرگ از اونجا میاد، این خون رو نگاه میکنه، از اونجا رد میشه. و این داستانی که همینطور هم که نگاه میکنیم در کنعان اتفاق افتاد و تو این برج که خداوند گفته که، یا این دوتا جاسوس ها گفتن، سمبولن عزیزان خدا نشون میده به صلیب مسیح. این صلیب مسیح یعنی این نخ یا این تناب قرمز خون مسیحه. و زمانی که میگه که زمانی که این ما بیایم این خون رو نگاه بکنیم، اون موقع تو رو نجات میدیم. این برجی که رهاب اونجا زندگی میکرد سمبول صلیب عیسی مسیحه. هر کسی که به خون عیسی مسیح ایمان بیاره، به کاری که عیسی مسیح روی صلیب کرده، خدا در این داستان کنعان در این اریخا نشون میده. از یک زنی که قسمتایی هست که نسیم اینطور موعظه کرد خیلی عالی هفته گذشته، من میبینم که خیلی واسه برکت گرفتن، کسانی که اینجا نبودن حتما برن اونجا گوش کنن و میبینین که چطور یک زنی که طرد شده یه جایی که الان گوشه اریخا زندگی میکرد، چطور فقط به خاطر ایمانش نه فقط نجات پیدا کرد، آخرش با یک مردی که از قبیله یهودا بود ازدواج کرد و خودش چی شد؟ وارث زمین شد. آمین. خودش یک کسی بود طرد شده، فقط به وسیله ایمان به عیسی مسیح یا اون موقع ایمان به کار خدا که یهوه خداونده، نجات نه فقط پیدا کرد، نه فقط توی سرزمین زندگی کرد، بلکه همون اسمش چی بود؟ سالمون ازدواج کرد که اینم میتونیم بگیم تقریبا سمبول عیسی مسیح که آخرش هم وارث این زمین شد.
یه کسی که فاحشه به این خاطر میگم که بعضی وقت میگم که خدا چرا این فاحشه رو گذاشتی؟ خدا میگه خواهد نشون بده ببین من نگاه نمی کنم در چه کار هستین، چقدر خوب چقدر بد هستین. فاحشه اون موقع اصلا کلن یک چیز بدی داشتن، یک چی میگن انعکاس منفی بود. خدا میخواد به ما امید بده، خدا به تو میخواد بگه که مهم نیست الان چه شغلی داری، چقدر خوب زندگی کردی، چقدر عادل زندگی میکنی، در عدالت زندگی میکنی. نگاه میکنه میگه که آیا واقعا عیسی به عیسی مسیح ایمان داری؟ آیا با خون عیسی مسیح شسته شدی؟ آیا گناههای تو بخشیده شده یا نه؟ به صلیب مسیح که نگاه میکنیم، اون موقع هست که خدا از این دیوار اریخا تو رو ور میداره و میگه که این سرزمینی که تو اونجا ترد شدی الان تو وارث این زمین خواهی شد. همین کاری هست که خداوند میخواد با ما انجام بده عزیزان. ما برای یک هدف زندگی میکنیم. به این خاطر من خوشحالی اینه که من میگم که الان 2020 خدا کارهایی انجام خواهد داد. امیدوار هستم این شغل رو منتقل کنم به شما که شما باور کنین یه چیز عالی منتظر ماست و خدا درام باز میکنه. من دری باز نمی کنم، ما فقط باور میکنم. ابراهیم ایمان داشت و این خدا نشون داد مثل عدالت ایمان. من باور میکنم، به خودم نگاه میکنم چیزی مثبتی نمیبینم که حکمت رو نمیدونم، دانشی چیزی. به شما نگاه میکنم بدتر. نه خوبیش اینه که دوستتون دارم خیلی. عزیزم پایه و اساس ما صلیب عیسی مسیحه. با صلیب عیسی مسیح تو میتونی وارث پادشاهی خدا بشی. و جالبش اینه که زمانی که میگه که در مورد عدالت صحبت میکنه یا در مورد این صحبت میکنیم کلام خدا که ما عادل شمرده شدیم، خیلی جالبه که در این عدالتی که در موردش صحبت میکنه به زبان یونانی میگه لغت لوگی سومایس. لوگی سومایس میشه یه کسی که ور میداره. الان از طریق دنیای صحبت میکنه، مثل اینکه تو یه حسابی بانکی داری، یا خدا یه کسی یه چیزی که ور میداره، یه مقدار پول رو ور میداره و به حساب تو میپردازه. میشه سوی، نگاه کنم دوباره، سوی نه لوگی سومایی. یعنی زمانی که میگم عیسی مسیح همین پایه و اساس پایه و اساس ما صلیب عیسی مسیح اینجاست که خدا مثل اینکه خدای پدر ورداشته تمام گناهای تو و تمام گناهای جهان رو ورداشته، گذاشته توی حساب بانک عیسی. که زمانی که یه کسی که نگاه میکنه به عیسی مسیح میگه که این گناهکاره، یعنی این گناه مثل اینکه همه گناهایی که ما کردیم او کرده، توی حساب بانکش میریزه و تمام چیزایی که مال عیسی مسیح رو ور میداره توی بانک تو میریزه. متوجه هستین؟ و تمام بخشش هایی که تا آخر این لحظه زندگیت همین میگی که خداوند منو ببخش، توی بانک تو ریخته شده. آمین. تو بانک تو پر از پول یا روح یا بخشش خداست. و به این خاطر خدا میگه که تو نه فقط عادل شمرده شدی یا تو رو عادل شمرده شدی به خاطر خون من، بلکه میخوام تو رو وارث زمین بکنم، چون بانک تو پر از فیض خداست، بخشش خداست. عزیزان که اینجا شاید هستن که زمانی که توبه میکنین فکر میکنین بخشیده عیسی مسیح، نبخشیده، نمیدونم، احساس نمیکنم. عزیزان بانک تو پر از بخشش عیسی مسیحه. اون پدر بود که اینو گذاشت. این پدر بود زمانی که عیسی مسیح اولین بار و آخرین بار روی صلیب، که زمانی که گفته که ای خدا خدا کجا هستین، روی صلیب بود. همینطور که این خدا اون موقع که این پرداخت کرد، این پدر بودن چون گناه شد، خدای پدر رو
خدا صدا کرد، به این خاطر روی صلیبه که ما شروع میکنیم زمانی که باور میکنیم خدا رو پدر صدا بکنیم. یک چیزی اتفاق افتاد. او باید سی میگفت که خدا خدا چرا من رو ترک کردی، که ما بتونیم بگیم پدر پدر تو منو دوست داری. و چون ما میگیم پدر، وارث میشیم. آمین. چه فیض بزرگی است که ما به دست آوردیم. و زمانی هم که در مورد سکوت صحبت میکنیم، شاید اونطوری فکر کنیم، بگیم خب چرا ما باید سکوت کنیم، چرا باید ساکت بشیم، همون مثل قوم اسرائیل که همینطور باید حرف نزنن بلکه صبر کنن. اینو زمانی که در مورد این چیزا فکر میکردم، می‌دیدم که در اشعیا نبی باب 30 آیه 15 است که اینجا در موردش صحبت می‌کنه، به انابت و سکوت نجات می‌یافتید و قوت شما از راحت و اعتماد می‌بود، اما نخواستین. این الان به قوم اسرائیل میگه، من گفتم که سکوت کنین، اعتماد کنین، صبر کنین، فقط اینا نخواستین. به این خاطر هیچ موقع اسرائیل به اون هدف خدا نرسیده. چرا ما باید سکوت کنیم؟ چرا باید در این، مخصوصا در زمانهایی که سختی هست، سکوت کنیم؟ اینو برمیگردیم به همین عبرانیان باب 3 آیه 4 اینجا در موردش صحبت میکنه. اما اگر شما از آن، نه غلط، عبرانیان ببین، بعد از این چیز صلیب عیسی مسیح، بعد از این میاد الان بعدیش چیه؟ آفرین. مرسی ستایش از خدمت تو. خدا در روز هفتم از کار خود آرامش گرفت، زیرا هر که داخل آرامی خدا شود، او نیز از اعمال خود بیارامید، چنان که خدا از اعمال خودش، اعمال خیش. خدا اینو، این تعلیمات هم همینطور هم خیلی شنیدیم که خدا در روز هفتم بود که همه چی رو کامل کرد. و ما ایمان داریم که زمانی که ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح، وارد چی شدیم؟ وارد این روز هفتم شدیم. تو روز هفتم چیه؟ روز استراحته از تمام کارا. به این خاطر اینجا قسمت دوم میگه، زیرا هر که داخل آرامی خدا شده، چطور به وسیله ایمان وارد آرامی خدا میشیم، اونجا دیگه هرس و جوش نمیخوریم، با قدرت خودمون یه کاری انجام میدیم. یک چیزی هست که خدا آماده کرده، مثل همون سرزمین کنعان میگه که همه چی مالش ما، شما باید ارث ببرین. یا الان خدا همه کارا رو انجام داده که گفته که الان زمانی که تو ایمان بیاری، دیگه احتیاج نیست هرس و جوش بخوری، سکوت کن، باور کن کاری که من برای تو انجام دادم، اعتماد کن، و اون موقع هست که این چیزهایی که برای تو آماده کردم به دست خواهی آورد. و این چیزهایی هست که به هر حال ما یاد نگرفتیم، چون ما از زمانی که ما به دنیا میاییم، سعی میکنیم با قدرت خودمون یه کارهای خودمون رو انجام بدیم، به یه هدفی برسیم. چیزی بدی نیست. و زمانی که میخوای وعده های خدا رو به دست بیاری، با قدرت خودت غیر ممکنه. به این خاطر اینجا میگه که زیرا هر که داخل آرامی خدا شود، سکوت میکنه، استراحت میکنه و میگه خدا، این چیزایی که وعده هایی دادی، این چیزایی نوشته، همه چی آماده هست، من صبر میکنم که تو به من ببخشی. در همه قسمت‌های زندگی خودمون اینو باید یاد بگیریم عزیزان. به این خاطر در این قسمت که ما گفتیم که ایمان، اعتماد، اطاعت، سکوت، صبر، بعد از این پیروزی و چیزایی و
آخر به دست خواهیم گرفت. فقط یه چیزی که خیلی مهمه که باید بدونیم عزیزان اینه که الان خدا این وعده رو داده، سرزمین رو به قوم اسرائیل داده که ارث ببرن. الان کیا هستن که اینجا ساکن هستن؟ تمام دشمنهای خدا، درسته؟ سو خدا میگه که الان این سرزمین مال توست، متعلق به توست، اوکی؟ مال توست. الان من میتونم اینجا بیستم میگم هاللویا مال منه، مال منه، هاللویا مرسی خدا من این کشور رو به من بخشیدی. خدا میگه که اینو به تو بخشیدم، فقط تو باید بری اینو دریافت کنی. مال توست، من با تو هستم، پیروزی من با توست، من هر قدمی که ور میداری، هر جایی که کف پای تو میذاری من به تو دادم، برو الان ما باید بریم ور داریم. متوجه هستین؟ ما الان تو این سرودم خوندیم که وارثم در عیسی، وارثم با عیسی، مالک هست عیسی، درسته؟ اتوماتیک دیگه وارث نمیشی، تو این وراثت رو باید خودت ورداری، خودت دنبالش باشی. یک کسی هست مثل این که از تو یه چیزی رو دزدیده، مثال میگم، و خدا میگه که مال توست، برو وردار. الان اینجا بشینم میگه هاللویا این مال منه، یا خدا روش خودشو این مال منه، به دست نخواهی آورد. پس زمانی که میگه که مال منه، خدا به من بخشیده، این دزدیده شده، الان من میرم اونجا با قدرت خدا اینو برمیدارم. آمین. مثل یک داوودی که میره جولیات رو میکشه و این پیروزی رو میاره. اتوماتیک ما وارث نمیشیم. تو یک ملکی داری، مال توست، فقط خدا میگه که تو باید بری ورداری. گوش میکنین عزیزان؟ دروغ شیطان میتونه باشه که ما دائما 24 ساعت اعلام کنیم ما وارث هستم، وارث هستم، وارث هستم. یک روزی به حضور خداوند میری و خدا میگه که درست وارث شدی، فقط ور نداشتی، تو دومالش نبودی. چرا؟ چون دومال زندگی خودت بودی. یادت هست؟ یادتون هست؟ میگه که از زمان یحیای تمه‌دهنده تا به امروز پادشاهی آسمان مورد حملات سخت قرار گرفته. از زمانی یحیای تمه‌دهنده چی کرد؟ شروع کرد به موعظه کردن برای توبه. از زمانی که یحیای تمه‌دهنده شروع کرد به موعظه کردن توبه، پادشاهی آسمان مورد حملات سخت قرار گرفته و زورمندان برای دست یافتن به آن کوشش میکنند. یه جنگی شروع شده در پادشاهی آسمان. در مورد پادشاهی آسمان صحبت میکنه. این دنیاست که زویزو مال ماست. فقط یه پادشاهی آسمان وجود داره. یه جنگی وجود داره. جنگ راحتی نیست که مثلا با بریم اونجا الان برداریم. بعد یه جنگی، یه اتفاقی هست، یه چیزی هست که افرادی هستن که کوشش میکنن چطور میتونیم این پادشاهی آسمان رو به دست بیاریم. آمین. به این خاطر خود عیسی مسیح اینو چیز کرد، اینو اعلام کرد، یا این حقیقت رو گفت. اینجا مثل اینکه میخواد ما رو هوشیار کنه که ما در این دنیا برای چی می جنگیم. اسم این موعظه رو من نوشتم ما میهن پرستان خدا هستیم، یا وطن پرستان عیسی مسیح هستیم. الان میهن پرستی چیه؟ میهن پرستی یعنی در خدمت چیزی یا هدفی بالاتر از خودمون یا هدفمون باشیم. درسته؟ آلمانی میگن پاتریوتیسموس. میهن پرستی یعنی در خدمت چیزی بالاتر، هدفی بالاتر از خودمون یا هدفمون باشیم. این میشه افرادی هست که واقعا میهن پرست هست. میهن پرستی به معنای
دلبستگی عاطفی به کوشش به کشور خود و مردم است. یعنی یه کسی نیست که برای خودش فکر میکنه، بلکه برای جامعه فکر میکنه، برای کشور خودش فکر میکنه. این یک نظم نظامه. میتونی بخونی نسرین؟ میهن پرستی یعنی در خدمت چیزی یا هدفی بالاتر از خودمان یا هدف شخصی خودمان باشیم. میهن پرستی به معنای دلبستگی عاطفی به کشور خود و مردم است. این یک نظام سیاسی نیست، بلکه به عنوان هر فرد که در پی حمایت یا نگهداری انسجام جامعه است، در این حال یک فداکاری جانفشانانه که برای کل جامعه است و فرای جنبه‌های شخصی میباشد. آمین. این چیزایی بود که زمانی که من تقریبا 2 هفته پیش بود در این قسمت ها فکر میکردم، 2-3 هفته پیش بود در موردش فکر میکردم، دیدم که واقعا ما کلیسا باید همون میهن پرستی خدا باشه که برای خود خدا که جامعه خدا ملکوت خدا ایستاده. اینجا دیگه خود فرد، خودت اونقدر مهم نیستی. یه کسی که میهن پرسته برای کلن کشور خودش فکر میکنه، درسته یا نه؟ هیتلر رو که نگاه میکنین، هیتلر چطور میتونست اینجا موفق باشه؟ چون این میهن پرستی رو در قوم خودش اینجا گذاشت. اینجا میگن، آلمانی میگن فاترلندسلیبه. فاترلندسلیبه یعنی محبت به ترزمین پدری. این باعث شد که آلمان اینطوری قوی شد. همه دنبال هیتلر بودن، نه فقط دنبال هیتلر، دنبال این روحی که در اونجا بود، وطن پرست. به این خاطر زمانی که نگاه میکنم این سربازان چطور در اطاعت با نظم و ترتیب همه کارا رو کردن، چون فکرشون، هدفشون یه چیزی بود، این دنیا رو زیر تسلط آلمان بیارن. آلمان، خود هیتلر هم گفت ولتید این توتال کریگ، یعنی میخواین این کل جنگ رو. همه گفتن هایتلر. و این خاطر یک نظمی به وجود آمد. آلمان برای این افرادی که سربازانی که می جنگیدن، برای خودشون نمی جنگیدن، برای کشور می جنگیدن. آمین. زمانی که کشور خودمون هم نگاه میکنیم، اسلام چیه؟ اسلام دنبال چیه؟ روی اسلام به فرد نگاه نمیکنه. روی اسلام نگاه نمیکنه حالت خوبه حالت بده. نگاه میکنه که مسلمون باش، اگه نه سر تو رو میبریم. قلمه میگن نه؟ تیوتیویوم. قلم روست. اسلام میخواد تمام دنیا رو به دست بیاره، حکومت کنه، با فشار، با زور. نگاه نمیکنه حالت خوبه حالت بده. اون فقط میخواد سر دنیا رو به دست بیاره. زمانی که به عیسی مسیح میرسیم، عیسی مسیح به فرد نگاه میکنه، به تو نگاه میکنه. اینترست خدا تو هستی، تو شبیه خدا خلق شدی. خدا میخواد نیازهای خودت، دردهای خودت رو از خودت ورداره. بیای نزد من ای گران بار و خسته، من به شما آرامش میدم. این خدای زنده ما، خدای فرد اول تو رو میسازه، قلب تو رو میسازه، نفس تو رو عوض میکنه، یعنی تبدیل میکنه، روح خودش رو میبخشه، هویت میبخشه، از گناهات رو آزاد میکنه که دوباره شروع کنی به خندیدن، دوباره شروع میکنی لذت بردن زندگی خودتون. روح همون ضد مسیح هم فقط دنبال اینه که دنیا رو روی دنیا حکومت کنه. پشتش محبت نیست. اون روح ضد مسیح خود شیطانه. و جالبش اینه که، یا بیشتر دردم اینطوری است که زمانی که نگاه میکنیم میبینیم که تمام دنیا، تمام سیاست ها، تمام این چی بگم
مذهبایی که وجود دارن، همه دنبال این هستن که دنیا رو به دست بیارن. جالبش اینه که ما مسیحا که به عیسی مسیح ایمان آوردیم و خداوند این دنیا و همینطور هم پادشاهی آسمون رو به ما بخشیده هست که ما به ارث ببریم، ما چی کار میکنیم؟ توی کلیسا جمع میشیم، سر همدیگه رو میکوبیم، قضاوت، داوری، نبخشیدن، نمیدونم حکم کردن، داوری کردن، دنبال جلال خودمون باشن. ما که فلحقی یک روزی ارث خواهیم برد، دنبال این میهم پرستی نیستیم که برای همه فکر کنیم. متاسفانه کلیساها اکثریت میخوام بگم و ما توش هم هستیم، برای خودمون فکر میکنیم. برادرمون آرش هم در موردش هم دو هفته پیش موعظه کرد. ما آخانایی هستیم که دوست دارم من برکت بگیرم، من ارضا بشم. فکر نمی کنیم برای جامعه. خود آخان فکر نکرد برای اسرائیل، برای خودش فکر کرد. اسرائیل شکست خورد، که خیلی موعظه عالی بود که آرش همونجا کرده. عزیزان 2020 ما میتونیم موفق بشیم زمانی که نه ما برای خودمون فکر میکنیم، بلکه برای جامعه الهی فکر میکنیم. این ذهن مسیحه. و زمانی که اینجا قسمت اول برای من خیلی جالب بود، میهن پرستی یعنی در خدمت چیزی یا هدفی بالاتر از خودم یا از هدف خودم باشم. من چیز بالاتر میبینم، من زیر اون اراده نقشه خدا باید زندگی کنم که بگم این مهمتر از فکرای من، هدفهای من. منظورم این نیست که هیچ هدفی نداشته باشی عزیزان. خدای ما خدایی نیست که به تو آرزوهای قلبتو نده. خدا قبل فکر خدا، هدف خدا یا چشمای خدا روی قلب توست، برای چی ایستادی و چطور زندگی میکنی. زمانی من پرست خدا هستم یا وطن پرست، وطنم میتونیم بگیم، چون وطن ما فلحقی در آسمونه. یا من وطن جسمی داریم ارمنستانه، تو وطن جسمی داری ایرانه، وطن افغانستان، این همه چیزای دنیاییه. فقط من یه وطن روحانی دارم که در آسمونه. وطن پرست هستم، برای این وطن پرستی من زندگی میکنم و سعی میکنم این وطن پر این کیفیت یا این شخصیت و این فرهنگ مسیح رو زندگی کنم. من وطن پرست خدا هستم، برای این زندگی میکنم. چه چیزی برای وطن خودم درسته، اینو انجام میدم. خیلی هستن که واقعا زندگی خودش رو فدا کردن، دنیای صحبت میکنم، برای وطن خودش، وطن جسمانی خودشون زندگیشو دادن، چون واقعا وطن خودشون دوست داشتن، فرهنگ خودشون دوست داشتن. از آن زمانی که نگاه میکنیم به ایران، الان نگاه میکنیم به ایران، دردمون میاد، درسته یا نه؟ دردمون میاد زمانی که نگاه میکنیم در چه وضعیت، چه فرهنگ ایران داشته. الان کجا رسیدیم ما؟ الان تصور کنین اون موقع شاه میموند، آیت الله نمیامد، یه فرهنگی داشتیم، شخصیتی بود. الان همه چی خراب شده به خاطر یه ویروسی که وارد شده، به خاطر یک دینی مذهبی که به وجود آمده. زمانی که نگاه میکنه به کشورمون، یه خداوند رحم کن به این کشور، آزاد کن، درسته یا نه؟ و خدا چی میگه؟ خدا میگه که همون قلبی هم داری برای کلیسای خودم، همون وطن پرستی یا این میهم پرستی برای قوم من داری. همینطور میگه خدا من کشور ما رو آزاد کن،
از این دردها، از این فشارها، از این ناعدالتی هایی که هست. خدا میگه که آیا قلب تو همینطور برای یه، الان میگیم یه قسمتی وطن خدا هستیم اینجا، کلیسای آلفا اومگا، آیا واقعا هم دردت میاد زمانی که کلیسا رو نگاه میکنی؟ آیا واقعا در این قسمت برای خودت فکر میکنی یا برای کلیسا فکر میکنی؟ چی برای تو درسته؟ چی برای یه وطن پرست، یک میهن پرست، یک کسی هست که هر تصمیمی که میخواییم بگیرین باید بدونین که برای کلیسا مفید یا نه؟ آیا کلیسا برکت میگیره یا نه؟ وطن من شما هستین، ملت یا جامعه الهی شما هستین، نه؟ ما هستیم، هم دیگه رو نگاه کنین، جامعه الهی ماست. یه تصمیمی از من، زمانی تصمیمایی که میخوام بگیرم، همینطوری که آخان کرد، میتونم به شما ضربه بزنم. میخوای تصمیمی بگیری، میخوای یه کاری انجام، میخوای یه زنی ازدواج کنی، مردی ازدواج کنی، میخوای یه کاری انجام بدی، بیاین مشورت کنیم، دعا کنیم، ببینیم خدا چی میگه. اگه چشمت روی یک زنی باشه، بری با احساس ازدواج کنی، بعد از یک سال طلاق بگیری، کلیسا درد میکشه، اسم عیسی مسیح درد میکشه. آها، اینا هم مثل ما هست، مثل دنیا هستن دیگه. ای جوانان، نوجوانان، قبل از اینکه عاشق میشین، یا زمانی که عاشق میشین بیاین مشورت کنین، تو دام شیطان نافتین. افرادی هستن اینجا دنبال پول هستیم، چیزی بعدی نیست، فقط اسیر پول شدن، اسیر کار شدن. یک برادری که باید اینجا، شاید مثال میگم، توی پرستش باشه، چون خدا او را خوانده پرستش کنه، و الان قلبش رو گذاشته به این دنیا و الان یه توی پیتزا اونجا کار میکنه، رنج میکشه، درد میکشه، کلیسا آسیب میبینه. گوش میکنین الان عزیزان؟ یه کسی که اینجا خوانده شده برای کلیسا بیسته و نمیایستیم، به بدن مسیح ضربه میزنین. اینجاست که یک وطن پرست یک کسی هست، و اینو میخوایم یاد بگیریم، اینو میخوایم باید دعا کنیم. امروز هم عشا هم داریم، واقعا بپرسی خداوند جای من کجاست. اولین چیزی که باید انجام بده، واقعا در گناه زندگی میکنم یا نه؟ قلب من برای چیه؟ اگه خودخواه هستی، فقط برای خودت فکر میکنی، میتونم بگم که حتی هم شاید هم اینجا توی کلیسا هم کارهای دوزی هم چیزای یا چیزای بدی نکنی، فقط اصلا کلا زندگی خودت رو میکنی، بدن رو ضعیف میکنی، چون کاری که تو باید اینجا، خدمتی که اینجا، این ماموریتی که خدا به تو داده اینجا باید انجام بدی، یه کسانی دیگه باید انجام بدن که کار خودشون نیست. این چیز خیلی حساس عزیزان. به اضافه که زمانی که الان حسودی کنیم یا قضاوت کنیم، داوری کنیم، این تمام چیزایی هست که بیشتر کلیسا رو نجس میکنن. زیرا که جنگ ما با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جاهای آسمانی. یه جنگی هست که ما می‌کنیم. به این خاطر اگه واقعا می‌خوایم، اینطوری بگم، اگه واقعا می‌خوایم یک میهن پرست باشیم، وطن پرست خدا باشیم، نه دنیا باشیم، و اگه می‌خوای این ملکی که خداوند برای تو آماده کرده، نه فقط این دنیاست بلکه پادشاهی آسمونه، به دست بیاری، این ربطی به قدرت خودت نیست عزیزان، بلکه ربطی به شخصیته.
با شخصیت خودمون جامعه رو عوض میکنیم، نه با قدرت خودمون. یادتون هست عیسی مسیح خودش میگه که شما نمک این دنیا هستین، یا شما نور این دنیا هستین، شما هستین که باید با زندگیشون، با شخصیتهایتون، با رفتار، با اطاعت کردن از کلام خدا، شما هستین که دنیا رو نگه میدارین و به همینطور هم نورانی تر میکنین. این سرزمین رو به دست آوردن با قدرت ما نیست، بلکه به تبدیل شدن زندگی ماست. طبیعت مسیح باید در تک تک ما قرار بگیره. این از اطاعت، دوباره برمیگردیم دوباره به چه قسمت؟ اطاعت، اول ایمان، اطاعت، اعتماد، اطاعت، سکوت، صبر، و اون موقع هست که خدا شروع میکنه تو رو تبدیل کردن. یا ما باید اگر میخواییم سرزمین رو به دست بیاریم عزیزان، فقط به وسیله، میگم، تبدیل شدن شخصیت مسیح باید در ما قرار بگیره. و نه فقط این، بلکه اون کلام زنده خدا که خداوند ما رو نجات داده، زمانی که تو ور میداری این کلام پادشاهی خدا رو شروع میکنی به موعظه کردن، اون موقع سرزمین رو به دست میاری. سرزمین به دست کیه؟ به دست بشریت، درسته یا نه؟ الان خونه من که نگاه میکنین، اگه من مسیحی نبودم این خونه مال کی بود؟ مال کی بود؟ مال شخص من بود، مال خودم بود، من حکومت میکردم. از زمانی که این خون، من مسیحی شدم و زمانی که عیسی مسیح در من قرار گرفته، این زمین رو به اختیار او گذاشتم. یه قسمتی از زمین افتاد زیر تسلط عیسی مسیح. ما سرزمین رو، سرزمین عادی رو بر نمی کنیم، در تسلط نداریم، بلکه ما شروع میکنیم توی قلبای افراد، زمانی که ما شروع میکنیم به بشارت دادن کلام انجیل و افراد ایمان میارن، اینطوری هست که سرزمین رو به دست میاریم. آمین. فقط همینطور، فقط از طریق چیز نگاه کنه، اگر تمام دنیا الان مسیحی بشه، دیگه جایی برای شیطان وجود نداره. اگه همه با هم صلح کنن، همه با هم دیگه، به هم دیگه رو ببخشن، دوست داشته باشن، اونجا شیطان کاری نداره. شیطان به وسیله انسان حکومت میکنه. همینطور هم عیسی مسیح به وسیله ما حکومت میکنه. و زمانی که ما قدم رو برمیداریم، اول این شخصیت در من قرار میگیره، اجازه میدم این شخصیت، طبیعت مسیح در من قرار بگیره، و شروع میکنم در سال 2020 میخوایم بریم بیرون و این کلام انجیل که پر از نور، پر از قدرت، بشارت میدیم، اون موقع هست که سرزمین رو به دست میاریم عزیزان. افراد که ایمان میارن، نجات پیدا میکنن، قدرت شیطان در این زندگی شکست میخوره، نور خدا میاد، و دوباره همینطور ادامه میدیم. و اینطوری هست که ما پادشاهی خدا رو میسازیم و از سرزمین رو به دست میاریم. به این خاطر شاگردسازی، زمانی که صحبت میکنیم، شاگردسازی یه چیز فردی نیست، تکی نیست، بلکه شاگردسازی ربطی به کلکتیو هست. کلکتیو یعنی چیزی که من برای خودم فکر نکنم، بلکه برای جمع فکر کنم. شاگردساز یه کسی نیست که تنها زندگی خودش رو انجام میده. صبح تا شب بیای کتاب مقدس بخونی و همینطور هم روزه بگیری، هزار تا کارهایی بکنی، فقط هنوز تکروی کنی، شاگرد نیستی، هیچ چیزی بنا نمیکنی. همه چیز با جمعی باید فکر کنیم. چه چیزی مثبت برای کلیساست؟ اینو میخوام خداوند انجام بدم. و اونجا ما مسئول هستیم، ما کلیسا و خادمین کلیسا مسئول هستیم که شما رو درست هدایت کنیم، روان درمانی کنیم، وقت برای شما بذاریم، و همینطور هم از هر نوع دروغ ها، از هر نوع مشکلایی هست که به شما خدمت کنیم، یواش یواش این طبیعت مسیح، فرهنگ مسیح در تو قرار بگیره و شادی تو، آرامش تو، قدرت تو، اقتدار تو بیزیادتر بشه. و اون موقع هست که شروع میکنی سرزمین رو به دست آوردن. به این خاطر با قدرت ما نیست عزیزان. تا زمانی که خودمون رو میسپاریم به دست خدا و میگیم خدا من چه چیزی برای تو مهمه، اون موقع هست که دیگه فکرت، ذهنت دیگه مثل همون مهین پرستی خدا هستی. چی؟ میهم پرستی. چی گفتم؟ مهین. نه نه نه، مرسی که گفت میهم پرستی.
یک شاگردی فکر میکنه، یک شاگردی از عیسی مسیح سوال میکنه خداوند چه ضعفی این کلیسا داره، چطور میتونم این ضعف رو پر کنم خداوند. و همینطورم مخصوصا برای دعام هست که ما دعا میکنیم که حداقل وقت میذاریم برای دعا کردن که واقعا این مشکلایی در کلیسا هست، این قلبهایی که هنوز شفا نگرفتن و همینطورم باید این اشتیاق در قلبش قرار بگیره و همینطورم ویزیون در قلب همه ما قرار بگیره که بتونیم اراده خدا رو بتونیم با هم انجام بدیم. در آخرین آیه رو میخونیم در کلوسیان باب 3 آیه 23 و 24، اینجا میگه که هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار میکنی نه برای انسان، زیرا میدانیم که پاداشتون میراثی هست که از خداوند خواهد یافت، چرا که در حقیقت خداوند مسیح را خدمت میکنه. نست اینجا میتونی دوباره اینو بخونی که درست بخونی؟ هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار میکنید نه برای انسان، زیرا میدانید که پاداشتان میراثی است که از خداوند خواهید یافت، چرا که در حقیقت خداوند مسیح را خدمت میکنید. آمین. امروز هم میخواییم که بیایم جلوی میز خداوند اونجا از دستای او بدن خودش همینطور خون خودش رو بنوشیم. از هم میخواییم یه لحظه هم وقت بذاریم دعا کنیم. خدا انتظار الان نداره که تو قولی بهش بدی که بگی خداوند الان من قول میدم الان از امروز به بعد این کارو نکنم یا کنم. نه، من فکر میکنم خیلی مهمه که خودت تفتیش کن ببینی که الان واقعا برای کلیسا، برای جامعه الهی کلیسای آلفا اومگا فکر میکردی یا برای فقط خودت فکر میکنی. این میتونه از ما خادمینم باشه، خادمین میتونن فقط برای خودشون فکر کنن یا برای جلال نام خودشون. چه چیزی مفید هست برای کلیسا؟ چه ضعفی در کلیسا داره که مثال میگم من میتونم اونجا کمک کنم؟ چه چیزایی هست که شاید هم اینطوری باشه، شاید اصلا جایگاه خودت اونجا نایستادی، شاید از خدمت کردن فرار میکنی، شاید فکر میکنی همینطوری باشه و که دیگه شبانان اصلا خادمین اصلا به من احتیاج ندارن. نمیدونم چه چیزایی هست. این زمانی هست که فکر میکنم خیلی خوب میشه خودتون رو تفتیش کنین. حتی هم خدمت هم میکنین، به چه انگیزه خدمت میکنین؟ خدمت میکنین برای خودتون یا خدمت میکنین چون واقعا میهن پرست هستی، یعنی بره برای کل کار خدا فکر میکنین و دوست داری کلیسا پیشرفت کنه، به هدف خدا برسه؟ چقدر زندگی خودت مهمتر از کلیسای از زندگی کلیسا و هدف خدا؟ این تمام چیزایی هستن که من مطمئن هستم روح القدس هم به شما نشون خواهد داد، نه فقط امروز، اصلا کلا این اگه واقعا خدا با قلبتون صحبت کرده تو این هفته وقت بذارین به حضور خداوند بیاین ببین خداوند تفتیش کن قلب منو دنبال چی هستم اصلا. عزیزان شما وارثین پادشاهی خدا هستین، به شرطی که برین به دست بیارین. نشستن دور خودشون چرخیدن اتفاق نخواهد افتاد و امروز هم میخواییم به این میز خداوند بیاییم و قدرت بگیریم، جلوی فیض خدا هستیم. عزیزم واقعا دردم میاد زمانی که نگاه میکنم میگم چه خواندگی بزرگی داریم، فقط اونجا نشستیم و هیچ کاری نمیکنیم، باورم نمیکنین. چه زندگی ماجراجویانه منتظرش ماست، چه کارهایی میخواد خدا از طرف تو انجام بده. درد واقعا الان برای من درده، چقدر زیادتر برای خدا.
تو فقط میتونی بگی خداوند هر جایی که الان هستم خداوند منو بیدار کن، منو یه کاری انجام بده، یه معجزه انجام بده و شروع کن از امروز به بعد دعا بکنی برای مطلب. دعا کن و دعا کن میگه خداوند از من یک میهن پرست خدا بکن که فقط برای تو فکر کنم، دیگه دست بردارم از گناه، دست بردارم از چیزایی که تو دوست نداری، همینطور بیام به جایی که تو میخوای برای من. مطمئن باشین خداوند این آرزو خداست، خدا به شما کمک خواهد کرد و بلند خواهد کرد. عیسی جان دعا میکنیم الان تو خودت که اینجا حضور داری خداوند، تو خودت مطمئن هستم خداوند ما رو تشویق میکنی که این میراثی که برای ما آماده کردی نه فقط به نگاه کنیم، نه فقط بگیم یا ما وارث ملکوت خدا بودیم، که واقعا کمک کنی چشمای این عزیزان رو همه ما رو باز کنی که واقعا بدونیم که ما باید همینطور یوشع رفت به دست آورد ما هم بتونیم بریم و این تمام چیزایی که شیطان از ما دزدیده از تو دزدیده دوباره برداریم. خداوند کمک کن، روح القدس کمک کن به تک تک برادر خواهرایی که اینجا هستن خداوند، تو از زندگیشون میدونی خداوند، میدونن ترسایی هست، نگرانیایی هست، به ایشان نشون بده که تو پدر هستی، تو در فکر ایشان هستی، حتی 10 برابر زیاد تری به ایشان خواهی داد از این که خودشون بیخوان. پدر خصیصی نیستی خداوند، دعا میکنیم خداوند این ذهنشو باز کنی، دعا میکنم خداوند این ایمان رو منتقل کنین که پشتش اطاعت باشه و پشتش خداوند اعتماد باشه، پشتش صبر باشه، سکوت باشه، که بتونن تمام پاداش هایی که تو برای ایشان آماده کرده به دست بیارن. خداوند این روش رو خواهش میکنم خداوند، اگر تو کمک نکنی خداوند ما نمیتونیم خداوند، تو پس بیا خداوند اینو منتقل کن. امروز که میخواییم به از میز تو بنوشیم خداوند، از بدن تو، از خون تو خداوند، تو از دستای تو بگیریم خداوند، تو دست خودت رو روی تک تک این عزیزان بذاری خداوند، که این اشتیاق، این روح میهن پرستی خدا در ما قرار بگیره خداوند، که از امروز به بعد به خودمون نگاه نکنیم بلکه به جامعه تو نگاه کنیم خداوند. این دعا رو میکنم با ایمان خداوند که انجام خواهی داد در نام عیسی مسیح. آمین آمین.